سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز کانال پرشین هندیمن. الکترودهای قلیایی رو همینجوری شما نمیتونید استفاده بکنید، قبل از استفاده باید گرم بشن. اصطلاح گرم شدن هم البته درست نیست، چون باید برن داخل فر و داخل فر پخت بشن. در دمای حدود 350 درجه باید حداقل 2 ساعت اینها پخت بشن. دستگاه مخصوصی برای پخت الکترودهای 7-18 وجود داره. تا جایی که وقتی الکترود رو داخلش میذارن، شما میبینید که کل الکترود کاملا سرخ میشه، بعد میارن بیرون و استفاده میکنن. حالا چرا الکترود 7-18 قبل استفاده باید بره داخل دستگاه و در دمای 350 درجه پخت بشه؟ علتش همین پوشش کربنات کلسیوم هست که بسیار آب دوسته و سریعا رطوبت رو به خودش جذب میکنه. البته این یک ویژگی خوب برای الکترود 7-18 هست که میشه اینو قبل استفاده گرمش کرد. الکترودهای سلولوزی، الکترودهای 16 رو شما به این عنوان نمیتونید اینو پیش گرمش کنید و پختش بکنید، چون جنس پوشششون از مواد سلولوزی هست و به راحتی در دمای 350 درجه میسوزه. پوشش های بعدی الکترودها پوشش اسیدی و همینطور پوشش اکسید آهن است. در مورد این دو پوشش در جای خودش صحبت میکنیم، به خصوص پوشش های اسیدی که کاربردشون هم بسیار کم است. پوشش های اکسید آهن هم مثل الکترودهای 7-14 البته کاربرد دارن. در مورد این دو پوشش بعداً و در جای مناسب خودش بحث میکنیم. اما آخرین پوششی که میخوایم در موردش بحث بکنیم پوشش سلولوزی است. پوشش الکترودهای 6-10 و الکترودهای 6-11. جنس فلاکس الکترودهای سلولوزی در حقیقت از خود سلولوز و مواد کاغذی است. در حقیقت 40% از وزن پوشش الکترودهای سلولوزی از مواد سلولوزی مثل مواد کاغذی تشکیل شده. برای همین هم الکترودهای سلولوزی در بسته‌های کاملا پلم شده به فروش میرسه که به هیچ عنوان نم و رطوبت رو به خودش جذب نکنن، چون مواد کاغذی سریعا رطوبت هوا رو به خودشون جذب میکنن و اگر الکترودهای 6-10 رطوبت رو به خودشون جذب بکنن متاسفانه فاسد میشن و غیر قابل استفاده. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردن، امکان خوش کردن این الکترودها و پختشون وجود نداره، چون پوششی دارن که در مجاورت گرما به راحتی از بین میره. برعکس الکترود 7-18 که میزان هیدروژن بسیار پایینی داره، وقتی پوشش سلولوزی میسوزه هنگام جوشکاری، هیدروژن بسیار زیادی همراه با گازهای دیگه تولید میکنه که از حوضچه مذاب ما محافظت میکنه، از حوضچه مذاب به همراه با حوضی که تشکیل میشه. الکترودهای سلولوزی دارای نفوذ بسیار بالا هستند و برای انواع حالات جوشکاری به کار برده میشن. اگر یادتون باشه الکترود 6-10 یا الکترود سلولوزی در طیف الکترودهای سریع انجماد قرار میگرفت، برای همین در جاهایی که شما مجبور به جوشکاری سرازیری هستید، بهترین انتخاب به الکترودهای سریع انجماد مثل الکترود 6-10 هست. جوش حاصله از الکترودهای 6-10 یا الکترودهای سلولوزی خواص مکانیکی بسیار خوبی داره، همینطور در آزمایشات رادیوگرافی هم نتایج خوبی رو ارائه میکنه. از دیگر ویژگی های الکترودهای سلولوزی قوس بسیار قوی و پایدار هست، همینطور پاشش جرقه تقریبا میشه گفت زیاد. شروع قوس بسیار راحت، برقراری مجدد قوس هم خیلی راحت انجام میشه. سرباره یا گلجوشی که در الکترودهای 6-10 ایجاد میشه خیلی نازک بوده و خیلی راحت هم جدا میشه. منتظر تست عملی الکترودهای سلولوزی 6-10 با اینورتر که میخوام امروز بهتون معرفی کنم حتما باشید. الکترودهای 6-10 طیف گسترده‌ای از کاربردها رو دارن و در جاهای مختلفی قابل استفاده هستن. از فولادهای ساختمانی تا دیگهای بخار قابل استفاده هستن، به خصوص در صنایع لوله سازی، لوله های پرفشار در پاس اول ریشه از الکترود 6-10 استفاده میکنن. امروز ما از الکترود سلولوزی 6-10 نمره 2.5 میخوایم استفاده بکنیم. برای الکترود سلولوزی 6-10 باید آمپراژ دستگاهتون رو بین 40 الی 80 تنظیم بکنید. چند تا الکترود سلولوزی ما باید کنیم؟ مرسی. بهتره که من الکترود سلولوزی رو جلو دوربین بیارم تا شما ببینید. دوستان ببینید که این الکترود سلولوزی نمره 2.5 هست. ببینید که چه پوشش نازکی هم داره. مقایسه کنید با پوشش الکترود 7-18. الان دیگه فکر کنم کاملا دو تصویر مشخصه. ببینید نوشته E610. این به چه معنی هست؟ اگر دقت بفرمایید حرف E در اول این شماره یعنی E610 به معنی الکترود هست. الکترود یا الکترود راد. و بعد میرسیم به عدد 6-10. اون حرف ای در اول همه الکترودهای پوششدار وجود داره و خلاصه شده عبارت الکترود راد هستش. راد هم به معنی میله هست.
اما اعداد 60 به چه معنی است؟ این رو دارم برای دوستانی عرض میکنم که شاید هنوز ندونن، قبلا هم در مورد اینها بحث کردیم. در شماره 60 دو عدد اول یعنی عدد 60 استحکام کششی جوش حاصله رو اعلام میکنه. شما باید اینو ضرب در 1000 بکنید و بر حسب پوند بر اینچ مربع بخونید. به عنوان مثال در اینجا که عدد 60 داریم ما، ضرب در 1000 میشه 60000 و همونطور که گفتم باید بر حسب پوند بر اینچ مربع بخونیم، یعنی 60000 پوند بر اینچ مربع قابلیت استحکام کششی الکترود 60 هستش. عدد سوم یعنی عدد 1 به ما نشون میده که شما میتونید در چه حالتهایی با این الکترود جوشکاری بکنید. عدد 1 به معنی این هست که شما اجازه اینو دارید که در همه حالتها جوشکاری بکنید. اما عدد صفر آخر، عدد صفر آخر به این معنی هست که شما با این الکترود فقط باید با جریان دی سی کار بکنید. اما قبل اینکه بریم و به صورت عملی با این الکترودهای سلولوزی جوشکاری انجام بدیم، باید یک دستگاه جوشکاری انتخاب بکنیم که قابلیت جوشکاری سلولوزی رو داشته باشه. من دستگاه مختلفی رو در بازار بررسی کردم، دستگاه با قیمت‌های متفاوت، و در نهایت تصمیم گرفتم که دستگاهی رو انتخاب کنم که علاوه بر قابلیت سلولوزی اولا قیمت پایینی داشته باشه و دوما اینکه قابلیت آرگون هم داشته باشه. مجموعه کیف ابزار هم محبت کرد و یک دستگاه جوشکاری سلولوزی مدل 2160 آروا رو برای ما فرستاد تا ما هم برای شما تستش بکنیم. بر همین اساس اول دستگاه رو باز می‌کنیم، بدنه دستگاه رو هم باز می‌کنیم، قطعات داخلی دستگاه رو کاملا بررسی می‌کنیم، در مورد فرق یک اینورتر معمولی با یک اینورتر سلولوزی بحث می‌کنیم، بعد هم می‌ریم در کارگاه، اول قابلیت آرگون دستگاه 2160 رو امتحان می‌کنیم و بعد هم می‌ریم تا برای اولین بار در یک برنامه فنی با الکترودهای سلولوزی و با یک دستگاه جوشکاری سلولوزی جوشکاری بکنیم. پس حتما تا آخر برنامه با من همراه باشید.